سلام خدمت همه دوستان. تو این کورس آموزشی قصد دارم که در مورد درک بهتر برنامه‌نویسی با پایتون با هم صحبت بکنیم و تو این ویدیو قصد دارم در مورد جیسون و جیسون چی هستش و چطور میتونیم با فایل‌های جیسونی توی پایتون کار بکنیم و توی ویدیوهای بعدی نکات و ترفندها یا تکنیک‌های برنامه‌نویسی با پایتون را آموزش خواهم داد و ماژول‌های دیگه انتخاب می‌کنم و در موردش توی ویدیوهای بعدی صحبت می‌کنم. خواهش می‌کنم ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و توی کانال سابسکرایب بکنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خیلی ممنونم و در ادامه با هم در مورد جیسون توی پایتون صحبت می‌کنیم. خب میخوایم در مورد جیسون صحبت بکنیم که جیسون چی هستش. جیسون مخفف جاوا اسکریپت آبجکت نوتیشن هستش که یه سینتکس هست برای ذخیره و تبادل داده ها که به خاطر اینکه خیلی کم حجم هستش و سبکتر از XML میتونه عمل بکنه و به همین خاطر سبک بودنش خیلی سریعتر پردازش میشه، خیلی پر استفاده هستش و تقریبا پاپیولار هستش توی ذخیره و تبادل داده ها. خب از لحاظ تشابهی توی پایتون، جیسون، اطلاعات جیسونی بسیار شبیه به دیکشنری ها هستن و جیسون خیلی داده هایی که ما با جیسون و با فرمت جیسون ذخیره میکنیم خیلی کوتاه‌تر و سبک‌تر از XML هستش. به همین خاطر مرورگرا خیلی سریع‌تر پردازشش می‌کنن، خیلی سریع‌تر لودش می‌کنن و پردازشش می‌کنن. و به همین دلیله که جیسون داره جای XML رو می‌گیره، هرچند که XML هم کاربردهای خاص خودش رو داره و پیشنهاد میشه که شما XML هم یاد بگیرید و هر دو جیسون و XML رو با هم یاد بگیرید. به خاطر کم حجم بودن و خیلی سریع تجزیه شدنش و توسط مرورگرها و همچنین تبادل اطلاعات بین کلاینت و سرور و همچنین میتونه گوشی‌های موبایل مثل اندروید و سایر سیستم عامل ها میتونن خیلی سریع جیسون رو پردازش بکنن، یعنی سریعتر از XML یا YML یا فرمت‌های دیگه. به خاطر همین لایت ویت بودن و سریع بودنشه که تقریبا جای خودش رو همه جا باز کرده و شما میتونید به راحتی توی یک زبان اطلاعاتتون رو با فرمت جیسون ذخیره بکنید، توی زبان برنامه‌نویسی دیگه اونا رو بخونید یا بین کلاینت و سرور یا هر جای دیگه، یا اطلاعات خاصی رو برای خودتون ذخیره بکنید یا توی بانک اطلاعاتی ازش استفاده بکنید و هر جای دیگه که شما نیاز به ذخیره اطلاعات داشته باشید که به صورت value و key بتونید اون اطلاعات رو ذخیره بکنید میتونید از جیسون استفاده بکنید. توی جیسون ما مثل شبیه به جاوا اسکریپت هستش دیگه، شما ترو و فالسا با حروف کوچیک ولی توی پایتون ما با حروف، یعنی حرف اولش حروف بزرگ، یعنی حرف بزرگ از ترو یا فالس. توی جیسون ما نول داریم، توی پایتون نان، و دیکشنری یا توی پایتون ما وقتی تبدیلش میکنیم تبدیل میشه به آبجکت توی جیسون و همینطور لیست و توپلامون توی پایتون به صورت اری نوشته میشه و مقادیر انتجر و فلوتمون توی پایتون به صورت نامبر، استرینگ همون هم به صورت str توی جیسون ذخیره میشه. یعنی ما وقتی یک دیکشنری پایتون یا یه سری اطلاعات رو به صورت دیکشنری توی پایتون مینویسیم و میخوایم اونو تبدیل به فرمت جیسون بکنیم و ذخیره بکنیم، نان تبدیل به نول میشه و مثلا دیکشنریمون تبدیل به آبجکت میشه. خب توی جیسون کلید یا پراپرتیمون استرینگ هستش، مقادیرمون به صورت استرینگ، نامبر، بولین، لیست، نول یا حتی یک جیسون دیگه میتونه به عنوان ولیو یک
کلید قرار بگیره. اسلاید بعدی نشونتون بدم. فرض کنید که حالا اینجا جیسون دیتا فایل استراکچر داریم، ما یه فایل داریم به نام flower.json. فایل های جیسون اول با یک کروشه باز و بسته، یک کروشه باز و در انتهای کروشه بسته فایل جیسون اون شروع میشه و بین این دوتا کروشه اول پراپرتیمون دو نقطه مقدار ما و کاما خط بعدی دوباره یا در ادامه پراپرتی دو نقطه ولیو کاما و همینجور الی آخر. حالا این ولیو میتونه همینجور که تو اسلاید قبلی خدمتتون عرض کردم کیس باید استرینگ باشه، یعنی اینجا پراپرتی یا کی کلیدمون که اینجا به صورت مثال براتون نوشتن نیم که توی فلاور دات جیسون باشه به صورت استرینگ هستش. خب نیم ولیو میتونه این مقادیر رو بگیره، استرینگ باشه، نامبر، بولین، لیست، نول یا حتی یه دونه جیسون آبجکت دیگه میتونه به جای ولیو قرار بگیره. فایل های جیسونی خیلی ساده و خوانا هستن و میتونن خیلی هم بزرگ و پیچیده بشن. خب اینجا هم یه مثال دارم از جیسون و XML. من اینجا یک کلید دارم و یه مقدار به نام نیم و مقدار علی، آدرس و با مقدار مثلا شیراز که توی کروشه باز و بسته قرار گرفتن که جیسون، ولی این توی XML برای هر کدومش باید یه تگ بزنی، نیم دوباره اونجا تگ نیم رو ببندی علی و به این ترتیب. حالا اگه فایل ما خیلی بزرگ باشه، داده های خیلی زیادتری داشته باشیم، XML خیلی حجم فایلش بالاتر و پردازش اون مثلا توسط فرض کنید مرورگراست یکم دیرتر، ولی توی جیسون خیلی سریعتر و روانتر اجرا میشه. پس بهتره که داده هامون رو برای ذخیره یا تبادل با فرمت جیسون ذخیره بکن. خب توی پایتون متدایی که با توی جیسون وجود دارن دامپ و دامپ اس، لود و لود اس هستش. اس آخر دامپ به معنی استرینگ هستش، دامپ استرینگ یا لود استرینگ. اینجا براتون مثال زدم، مثلا جیسون نقطه لود فایل. زمانی که میخوام یه دیتا رو از یک فایل جیسونی لود بکنیم می‌نویسیم جیسون نقطه لود، ولی زمانی که میخوام اطلاعات جیسونی رو از یه فایل استرینگ که به صورت متنی ذخیره شده یا مثلا از دیکشنری پایتون یا با پایتون توی یه فایل می‌نویسیمش، به صورت مثلا یک فایل با پایتون باز می‌کنیم، میخوایم اطلاعاتمون رو بنویسیم، به صورت متنی ذخیره میشه. اگه بخوایم اون رو لود بکنیم می‌نویسیم جیسون نقطه لود اس یا لود استرینگ، آدرس فایل رو بهش میدیم یا متغیرمون که حاوی استرینگ هستش تا اونو به صورت اطلاعات جیسونی برامون لود بکنه. و برای نوشتن اطلاعات جیسونی از دامپ استفاده میکنیم. اگر آبجکت جیسونی داشته باشیم، یعنی اطلاعاتمون جیسونی باشه، از دامپ استفاده میکنیم. اگر به صورت متنی باشه و میخوایم اونو به صورت جیسون بنویسیمش، از دامپ اس استفاده میکنیم که دامپ استرینگ. این کار رو وقتی ما انجام میدیم می‌نویسیم جیسون نقطه دامپ اس. اینجا براتون مثال زدم که ترو با تی بزرگ توی پایتون ولی توی جیسون با تی کوچیکه. به عنوان مثال یا نان اینجا نوله. وقتی ما میایم از دامپ اس استفاده میکنیم و اطلاعات پایتون رو میخوایم به صورت جیسون بنویسیم، دستور دامپ اس میاد اتوماتیک نان رو تبدیل به نول میکنه و همینطور میاد مثلا ترو که با تی بزرگ نوشته شده رو به صورت تی کوچیک مینویسه که
به صورت فرمت جیسون و استاندارد جیسونی باشه. و در ادامه این کانال یوتیوب من هستش. اگر ویدیو و سبک آموزشی منو میپسندید، خواهش میکنم که توی کانال من سابسکرایب بکنید. ویدیوهای بیشتر و بهتر منتشر خواهم کرد و برای هر ویدیو یک ماژول پایتون رو انتخاب میکنم و در مورد اون ماژول و کاربرداش رو براتون توضیح میدم توی سری درک برنامه‌نویسی پایتون. خب برای تبدیل، فرض کنید از دستور دامپ اسمن مثال براتون بزنم اینجا قبل از که برم توی محیط کد نویسی که چجور نان رو تبدیل به نال میکنه. خب پایتون رو اجرا میکنم. امپورت جیسون. جیسون به صورت بیلت این توی خود پایتون وجود داره. فکر میکنم از ورژن 2.5 به بعد جیسون به صورت بیلت این به صورت یک ماژول استاندارد توی پایتون وجود داره. شما میتونید به راحتی ایمپورت بکنید. خب ایمپورت جیسون، جیسون نقطه دامپ اس. خب توی پرانتز من یک مقدار پایتونی بهش میدم، نان. میدونید که خروجی نول به هم داد، اونو تبدیل به نول کرد. یا جیسون dump is یک مقدار پایتونی مثلا true، مقدار true به هم داد ولی با فرمت جیسون با تی کوچیک. خب اینجا بهتر متوجه شدیم که dump is چی کار میکنه و چجوری فرمت پایتون رو تبدیل به فرمت جیسون میکنه. میرم توی محیط کد نویسی و براتون چند تا مثال بزنم. اینجا من یک دیکشنری ساختم، اینجا یک دیکشنری نوشتم که وقتمون زیاد گرفته نشه. جیسون رو بالا ایمپورت کردم، ایمپورت جیسون. یه دیکشنری اینجا تو خط بعدی ساختم به نام نوتبوک و اینجا مقدار بهش دادم. خیلی راحت سه تا مقدار دادم به دیکشنری. خب حالا این دیکشنری پایتون رو ببینید. من اجراش بکنم. خب کلاس از نوع دیکشنری. خب این دیکشنری رو من میخوام به صورت یک فایل جیسونی، به صورت یک اطلاعات جیسونی ذخیره بکنم. خب یه متغیر تعریف میکنم به نام جی دیتا، برابرش میدم با جیسون دات دامپ استرینگ و اینجا بهش میگم که دیکشنری منو دامپ کنه یا به صورت فایل جیسونی بنویستش. خب می‌نویسم اسم دیکشنری مو که نوتبوک باشه. خب اینه که به صورت استرینگ در اومد، این متغیر من. دیکشنری پایتون رو بعد از دامپ کردن توی متغیر جی دیتا به صورت استرینگ در اومد. خب من پرینتش میکنم. این اطلاعات جیسونی من هستش. خب حالا اینو توی یک فایل می نویسمش. اگر کاراکترهای یونیکد داشته باشیم باید انکودش هم انجام بدیم.
خب با دستور ویتی فایل رو باز کردم برای نوشتن و اطلاعات جی دیتا رو که دامپ کردم رو میخوام بنویسم توی فایل جی فایل دات جیسون. برنامه رو اجرا میکنم. خب فایلمون که جی فایل دات جیسون، اطلاعاتمون اینجا ذخیره شده. خب حالا میخوام اطلاعات رو بارگذاری بکنم، اطلاعات جیسونیم رو. حالا من یک فایل جیسون دارم اینجا بازش بکنم و میخوام این اطلاعات رو بخونم. میام توی یه سرور دیگه، میخوام فایلم رو بخونم و از دستور اوپن استفاده میکنم. میمیسم جی فایل، فایل رو بازش میکنم. و اگه انکود هم نیاز داشته باشیم اینجا انکودینگش رو می نویسیم، مثلا حالا هر چیزی باشه که ما الان اینجا نیازش نداریم. فایل ما ASCII هستش و نیاز به انکود کردن نداریم. کاراکترامون توی خط بعد اطلاعات فایلمون رو می خونمش، مثلا توی یه متغیر به نام JData کل اطلاعات فایل من با دستور رید الان توی متغیر جی دیتا ذخیره شده. حالا میتونم فایلم رو ببندمش. خب پرینت میگیرم از فایلم. یا نوعشو از نوع استرینگ. خب حالا با دستور لود استرینگ جیسون اونو تبدیل به فرمت جیسون میکنم. یه متغیر تعریف میکنم، مثلا میمیسم جیسون load string، چون اینجا نوعش رو که من چاپ کردم از نوع string هستش. و اطلاعاتی که از فایل خوندم رو درش قرار میدم. خب اینجا همینجور که مشاهده میکنید قبل از این که من اونو تبدیل به فرمت جیسون با لود استرینگ اونو لود بکنم از نوع استرینگ هستش، ولی در مرحله بعد از این که اونو با دستور جیسون دات لود استرینگ لودش کردم و توی متغیر نیو دیتا قرارش دادم، به صورت آبجکت استاندارد پایتون در اومده، به صورت دیکشنری استاندارد پایتون، یعنی کلاس شده دیکشنری. خب همینجور که اینجا مشاهده میکنید ببینید توی فایل جیسون هم فالس با به صورت فرمت جیسونی هستش، ولی توی متغیر دومم که اونو لود کردم فالس به صورت استاندارد پایتونی در اومده. و همینجور اینجا نول و اینجا نان، میبینید که به صورت استاندارد تبدیل شدن فرمت ها و مقادیر ها
به صورت استاندارد پایتونی یا به صورت استاندارد جیسونی قابل تبدیل هستن و این کار رو دستور load s و dump s برای ما انجام میده. میتونم یکی از مقداراشو چاپ بکنم، مقدار دیکشنری جدیدم رو، مثلا print new data و مثلا علی. میبینید که مقدار علی رو برای ما برگردون. میتونید این دیکشنری ها باش کار بکنید، مثلا میبینید که سه تا کلیدی که ما توی دیکشنریمون داریم و اینجا برامون چاپ میکنه، یا میتونیم و مقادیرش هم چاپ بکنیم. به این ترتیب یا همین دستور رو به شکل دیگه هم میتونید بنویسیدش. دیگه کار با دیکشنری ها و حلقه ها که خودتون میدونید، میتونید مقادیر رو به ترتیبای دیگه هم چاپ بکنید. و یه نکته در مورد چاپ کردن این مقادیر ها که خدمتتون عرض بکنم، خب اینجا اگه من پرینت بکنم نیو دیتا رو، اجازه بفرمایید تا، خب ببینید که به این ترتیبی که پرینت میکنه، خب اگر بخوام یک به صورت یک فایل جیسونی مثل مثلا این برام نمایش بده، میتونم بیام اینجا توی دستور دامپ کاما بزنم و اینتندش رو مثلا به عدد مثلا 6 فاصله گذاری ها یا جدا سازی بکنم یا بر اساس کلیدها اونو سورت بکنم. مثلا اگه من ترو بزنم موقع ذخیره کردن فایل جیسونی، کل مقادیرم رو بر اساس کلیدهام برام سورت میکنه. اگر بخواید سورت بکنید، اگر نخواید سورت بکنید میتونید مقدار فالس بهش بدید یا اینکه اصلا اینو ننویسید، یا حتی میتونید سپریتور بذارید توی بعد توی پرانتز. اینجا میبینید که به صورت کاما و دو نقطه مقادیرها رو از هم جدا میکنه و بهتون نمایش میده. میتونید خودتون براش تعریف بکنید که مثلا به جای نقطه چیز بذار، مثلا ستاره بذار یا مساوی بذار یا هر چیز دیگه. میتونید مقادیر رو خودتون تست بزنید و باش آشنا بشید. خب این فایل رو من اینتنت رو بهش اضافه کردم با مقدار 6 و مجدد فایل جیسونم رو ذخیره کردم. اگه دوباره بازش بکنم میبینید که به صورت یک فایل مرتب جیسونی اینو برای من ذخیره کرد. پس پارامتر قسمت dump is indent میتونیم مثلا مساوی، من حالا 50 بذارم برای مثال، اجراش بکنم و فایل رو باز بکنم، میبینید که چقدر فاصله گذاری ها زیاد شد. شما میتونید به این ترتیب فایل جیسونیتون رو بخونید و بنویسید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید و پسندیده باشید. لطفاً ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. توی کانال منم سابسکرایب بکنید. ویدیوهای مفیدتر و جدیدتر و در مورد
مابقی ماژول های پایتون هم به صورت عمیق و مفید ویدیو براتون رکورد خواهم کرد و توی کانال یوتیوب منتشر میکنم. یک بار دیگه ممنونم که به این ویدیو توجه کردید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدارتون.